با سلام و درود و سرویس خبر این ساعت و شبکه جهان هزار آورد با من بلقیس بهار خوش آمدید. سرخط اخبار، نماینده آمریکا تیرباران هزارها در دایکندی را یک خشونت ویرانگر خواند. دبیرکل سازمان ملل تیرباران هزارها در دایکندی را محکوم کرد. سفارت ژاپن در افغانستان نیز حمله به هزارها را محکوم کرد. طالبان در پکتیکا استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط کارمندان دولتی را ممنوع کردند. اسلامگرای بنگلادشی برای استقلال جامو و کشمیر خواستار کمک طالبان و پاکستان شد. میرر حمزه بن لادن القاعده را از افغانستان رهبری می‌کند. طالبان فردی را بازداشت کرد که از مقام طالبان حین روابط جنسی خارج از ازدواج فیلم گرفت. و خبر اخیر این که جان باختن 9 نفر در یک حادثه ترافیکی در بوشهر ایران، قربانیان اتباع بیگانه هستند. مشروع اخبار، رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر و زنان در افغانستان در واکنش به تیرباران باشندگان دایکندی خواستار توجه بیشتر به هزارها و حفاظت از آنان شده است. او شب گذشته جمعه 23 سنبله در صفحه ایکس خود نوشته است که کشتار باشندگان دایکندی یک الگوی خشونت ویرانگر علیه هزارها است. امیری نوشته است: من به افغانها میپیوندم و خواستار توجه بیشتر به مصیبت هزارها و برای حفاظت و پاسخگویی بیشتر هستم. کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، هم تیرباران باشندگان دایکندی را محکوم کرده و خواستار دادخواهی برای پاسخگو قرار دادن سریع عاملان این حمله شده است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، تیرباران هزارها در دایکندی را فجیع خواند و محکوم کرد. استفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در یک نشست خبری گفت که آنتونیو گوترش بر حفاظت از غیرنظامیان در افغانستان تاکید کرده است. او روز جمعه 23 سنبله در یک نشست خبری گفت که آقای گوترش به خانواده‌های قربانیان این حمله تسلیت می‌گوید. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما نیز روز جمعه 23 سنبله در اعلامیه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان خواستار تحقیق و پاسخگویی طالبان در این مورد شد. دیدبان حقوق بشر گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، شاخه خراسان داعش مسئولیت حداقل 17 حمله علیه هزارها را بر عهده گرفت که بیش از 700 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. این سازمان افزوده است که در اکتبر 2021 به این نتیجه رسید که بمبگذاری‌های داعش خراسان و سایر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره به منزله جنایت علیه بشریت است. دنبال تیرباران شدن 14 باشنده دایکندی از سوی جنگجویان گروه داعش، سفارت ژاپن در افغانستان این حمله را تروریستی خوانده و محکوم کرده است. این سفارت روز جمعه 23 سنبله با نشر پیامی در صفحه ایکس خود خواهان متوقف شدن این گونه حملات شده است. در پیام این سفارت آمده است: ما حمله تروریستی روز پنجشنبه را که در منطقه میان دایکندی و غور رخ داده و منجر به کشته و زخمی شدن چندین فرد ملکی شد، محکوم میکنیم. این سفارت ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان خواهان توقف فوری این گونه رویدادها شده است. منابع محلی در پکتیکا میگویند که طالبان به دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر غایب این گروه، استفاده از تلفن‌های هوشمند را در ادارات ممنوع کردند. منابع روز شنبه 24 سنبله و روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان کارمندان دولتی را تهدید کردند که در صورت سرپیچی از این دستور مجازات خواهند شد. طالبان همچنان به افراد موظف در دروازه‌های ادارات این گروه دستور دادند تا از ورود کارمندان با تلفن‌های هوشمند به گونه‌ای جدی جلوگیری کنند. پیش از این نیز طالبان استفاده کارمندان دولتی و دانش آموزان از تلفن‌های هوشمند را در برخی از ولایت‌ها ممنوع کرده بودند. در تازه‌ترین مورد، این گروه چند روز پیش استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط دانش آموزان و آموزگاران را در قندهار ممنوع اعلام کرده بود.
چشم الدین رحمانی رئیس گروه انصار الله طرفدار القاعده در بنگلادش برای استقلال جامو و کشمیر از پاکستان و افغانستان زیر سلطه طالبان کمک خواسته است. ده هندوستان تایمز روز شنبه 24 سنبل گزارش داده که رحمانی این درخواست را پس از آزادی از بند دولت موقت بنگلادش در یک نوار تصویری مطرح کرده است. وی افزوده است به کشمیر بگویید برای آزادی آماده شود. پاکستان و افغانستان با هم به استقلال کشمیر کمک خواهند کرد. ما برای آزادی کشمیر تلاش خواهیم کرد. رهبر اسلامگرای طرفدار القاعده همچنان از ماماتا بانرجی وزیر ارشد بنگال غربی خواسته است که بنگال را از دولت هند به رهبری مودی آزاد و استقلال آن را اعلام کند. گروه انصار الله در بنگلادش شاخه از القاعده در شبه قاره هند است. رحمانی در سال 2013 به اتهام قتل احمد راجب حیدر به بلاگ نویس ملحد منتقد اسلام رادیکال بازداشت شده بود. او متهم به تحریک دانشجویان برای کشتن حیدر شده بود. این اسلامگرای بنگلادشی تاکید کرده است که کشورش نمی‌خواهد با هند، چین، اروپا و آمریکا درگیری داشته باشد. نشریه میرر گزارش داده است که حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده هنوز زنده است و این گروه را از افغانستان رهبری می کند. شبکه NDTV روز شنبه 24 سنبل به نقل از این نشریه نگاشته است که حمزه با برادرش عبدالله بن لادن به گونه مخفیانه گروه القاعده را از افغانستان اداره می کنند. این شبکه همچنان با استناد از یافته های جبهه بسیج ملی تصریح کرده که یک عضو ارشد القاعده با حمایت 450 تک تیرانداز در شمال افغانستان مستقر است. حدود 6 سال پیش رسانه های آمریکایی خبر کشته شدن حمزه بن لادن را نشر کرده بودند. در آن زمان 3 مقام آمریکایی بدون ارائه جزئیات بیشتر این خبر را تایید کرده بودند. با توجه به افزایش نفوذ حمزه بن لادن در القاعده، آمریکا او را در جنوری 2017 میلادی به عنوان تروریست جهانی تحریم کرده بود. وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه 2019 پاداش حدود 1 میلیون دلاری را نیز جهت ارائه هر گونه اطلاعات که منجر به شناسایی یا مکان او شود تعیین کرده بودند. استخبارات طالبان قاری بشیر معاون عامل جنایی این گروه در فرخار تخار را به اتهام ضبط فیلم صحنه رابطه جنسی سمیع الله عامل جنایی طالبان در ینگی قلعه بازداشت کرد. به گفته منابع محلی طالبان بشیر را متهم کرده که صحنه رابطه جنسی و اعتراف سمیع الله را ضبط و آن را به رسانه‌ها فرستاده است. منابع گفتند طالبان معاون عامل جنایی این گروه در ولسوالی پرخار را به نظارت خانه استخبارات به شهر طالقان منتقل کرده است. اخیراً افغانستان اینترنشنال ویدیو از قاری سمیع الله عامل جنایی طالبان در ولسوالی ینگ قلعه ولایت تخار را پخش کرد که در آن این مقام طالبان به رابطه جنسی از خارج از ازدواج با یک زن اعتراف میکند. در ویدیو جداگانه لحظاتی از رابطه جنسی این مقام طالبان با یک زن دیده میشود. در ویدیوی اعتراف این مقام طالبان میگوید که باشنده ینگ قلعه و عامل جنایی فرماندهی پلیس این ولسوالی است. او میگوید که حدود 1.5 ماه است که با این زن ارتباط دارد و تاکنون 3 بار او را در فرخار دیده است. رسانه های ایران گزارش دادند که در پی واژگونی یک موتر نوع پژو در ولایت بوشهر این کشور 9 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزار ایرنا نوشته است که قربانیان این حادثه اتباع بیگانه هستند. احسان عزت‌پنا، مدیر عامل جمعیت هلال احمر ولایت بوشهر به ایرنا گفته است که این حادثه ساعت 4 بامداد امروز شنبه 24 سنبل در اصلویه بکنگان رخ داده است. عزت‌پنا با اعلام اینکه راننده ایرانی این موتر جزو کشته شدگان بوده ادامه داده است 11 نفر از سرنشینان این خودرو اتباع بیگانه بوده که به شکل غیرمجاز وارد کشور شدند. ممنون که تا این دم با ما بودید. تا درود دیگر، بدرود.